سلام خاطیفم، خوش اومدید به یه ویدیو باحال دیگه. آقا امروز اومدیم با همدیگه یه سری اتفاقات بسیار نادر رو ببینیم. یعنی این بسیار نادری که میگم به همین چیز کوچیکی نیست، بسیار نادر که اصلا ممکنه یه بار تو دنیا افتاده باشه و اصلا خیلی عجیب غریبه. و من میخوام ببینیم که این اتفاقات چیه. اگه شما اتفاقات نادری دارید تو کامنت ها برام بنویسید. زودتر این ویدیو رو ببینیم، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید حتما. خب داره دنبال پی پی کردن گربه میگرده توی گوگل مپ. بسه این که به پی پی کردن گربه چی کار؟ ای وای داره پی پی میکنه واقعا. بنده خدا آبر حیثیت شب. آخه نمیدونید، شاید هم بدونید، گربه خیلی حساسن موقع دستشوی کردن، اصلا دوست ندارن کسی نگاهشون بکنه. این بنده خدا رو هزاران نفر دیدن، گناه داشت. خب اینا دارن با هم یه چیز میخورن. این کارتون قشنگ بود. ای این اون پشت های را میره. آره از این حرکت ها اینگار زیاد تو کارتون ها میزنن دیگه. فکر کنم خودتون هم دیده باشید که مثلا یه کرکتر دیگر میرن سوسکی اونجا رد بکنن، یا مثلا یه تکسی مربوط به یه کارتون دیگر مینویسن و اینا. این هم یارو مینیون ها رو برده بود. اسمش چی بود؟ نمیدونم. وایسه وایسی، من یه بار دیگه قفل سره رو ببینم. میخوام سعی کنم همه دوشو دارم. وایسی. این؟ کام اصلا شبیه نشدم. ولی خیلی خوب داره دوشو در میاره ها. اینو که میتونم. آره. خلاصه مثل که منم صدا دارم یه ذره کار کنم روش، میتونم که اداها رو در بیارم. این یکی هم بذارید برم. نه شب اوست کشه. نمیدونم دیگه. آقا به منم امتیاز بدید تو کامنت ها ببینید چقدر خوب بود کارم. Stop thinking about your crush. There's no hope. پنیر همینجا زاد انداخت رو کتاب و کلمه هایی که در اومده میشد معنیش بیخیال فکر کردم به کراشت بشو، چون که هیچ امیدی وجود نداره. چقدر باحال، چجوری شد این جمله درست شد؟ با یه پنیر یه جمله معنادار درست کرد. میگه که من یه نوز رینگ پیدا کردم توی چیزم، توی سفارشم، پیرسینگ دماغ. بعد یه ذره رفت بالاتر، همون تو صفحه هوم تیک تاک اسکرول که رفت بالا، بعد یکی اونجا نوشته که من نوز رینگم و جا گذاشتم تو سفارش یکی دیگه. من این دو تا ویدیو همینجور با فاصله 3-4 تا با هم دیگه قرار گرفته. چقدر خفن. پیدا رو منشن کنید هم دیگه رو پیدا کنن. آقا خیلی باحال بود. این همه تتوهاشون، این هم داره. یعنی رفته اینجا غذا سفارش بدم، کسی که اونجا کار میکرده دقیقا تتوهای اینو زده بود، همونجا همون مدلی همون شکل. اینا میدونید چیه؟ فکر کنم از اون که میان تو پینترست میگردن همینجا تر تتو یه چیز خوششون میاد برمیدن میزنن دیگه. این اتفاق هم زیاد میفته دیگه. واسه همین رو ترهای تتوتون فکر کنید. آقا این شد درس زندگی. یه وقتی من 6 سالم بوده رفتم دیزنی با خانواده‌ام. یعنی کی اون پشته؟ جیپسی روز واقعا خودش بود؟ این یارو جیپسی روز بسه که قاتلی بوده و اینا، یه قاتل خیلی بدی هم بوده. نمیدونم دقیقا داستانش چیه ولی فهمیدم قاتل بوده. و فکر کن یه قاتل همون جایی بوده که تو بودی تو 6 سالگی. ولی من یه جا خونه بودم از اینا که فکس می نویسن و اینا. تو زندگیتون ممکنه که مثلا نمیدونم چند بار، 2 بار یا 10 بار یا همچین چیزی ممکنه بغل یه قاتل رد شده باشید و ندونید. خیلی ترسناکی. میخواد چیز کرده، مثلا یکی اکسیدنت اینجا میشه، یه تصادف اینجا میشه. اکسیدنت اینجا میشه چی؟ چی شد؟ شیت همینجوری مثلا از این حالت ها که یه انرژی بفرستی انگار مثلا یه اتفاقی میفته و اینا، این همین حرکت رو زد گفت یه تصادف شد. همونجا تصادف شد. داداش چیزای خوب بخواد، چرا تصادف؟ چیزای قشنگتر.
والا به خدا از استعداداشون درست استفاده نمیکنه. میگه موهامو قرمز کردم یهو همینجوری، بعد یهو یادم افتاد رفتم سر کار، دقیقاً موهاش شبیه عکس روی لباسش شد. دیگه باید حواست می بود آقا. چی شد؟ گفت خدا یه دو صورت اورجینال میخواستم جیم کری. من نمیدونم آقا، خودتون به هر برداشتی دارید بکنید، تو کامنت ها منم بنویسید، نفهمیدم چی شد. میگه اگه من تصادفی شما رو کشیدم دوئت کنید، دوئت هم که میدونید دیگه خودش رو شبیه اون کرده آقا. دوئت هم که میدونید تو تیک تاک همین حالت ریاکشن به یه ویدیو دیگه که میدم میگن دوئت دیگه، ولی خب میگه خودش از قصد خودش اونجا میگن اون میگه گرم، ما نمیفهمیم، یعنی ما میفهمیم که تو موقع هم شکلی نخیر. او تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که میتونی بری روی اسکرین یخچال یه یخچال دیگه بخری آقا، خیلی هم شیک و مجازی، ولی واقعا قلب اون یخچال میشکنه، واقعا ناراحت میشه. باید یه کاری میکردن که نتونی حداقل روی یخچال این کار انجام بدی. من یه سوال دیگه هم دارم، چرا بعضی از این یخچال مانیتور دارن؟ خب که چی مثلا؟ اصلا به درد نمیخور اساس میکنم. ای ورقه ریورس برعکس رو وردی گرفته بغل آب، آبه داره سربالایی میره و واقعا ریورس شده. اینا ادیته، من احساس میکنم اینا دروغه. مگه میشه آب چرا سربالایی بره؟ شاید چیره برعکس بوده، بعد عکس رو برگردونده. ای وای، های چقدر مشکل بود. کف دستش دست دیگه داشت. میگه وقتی میفهمی دختر قبلی که توی چیز زندگی میکرد، توی خونت زندگی میکرد و اینا، هنوز اسپاتیفایش توی تیوی لاگینه، یعنی هنوز توی اسپاتیفای اون دختر هست و اصلا که بیلی آیلیش گوش میداده همیشه. میگه بهتره که به این آهنگ رو گوش بده، سیلی سانگ ویت لری، حالا من تو آهنگیه. ولی خب حواستون باشه دیگه دوستان عزیز، ساین اوت کنید، به اکانتاتون دسترسی نداشته باشه کسی که اینجوری اسکلتون کنه. رفته سمت ماشینش و مثلا اینجوری شده که واچه اتفاق افتاده واسه جلوش و اینا، بعد مثلا فکر کرده مثلا گلومله، بعد دیده که ماشینش نیست، به یه ماشین دیگه ای، ماشین خودش هم همونجاست و همین اتفاق براش افتاده. دوقلوان آقا، دوقلوان تموم شد و رفت، ماشین های دوقلو. میخواد به بلا پورش مسیج بده تو لایو استریمش. چی بگم؟ ای بلا پورش داره مینویسه. او میگه من دارم استریمتو نگاه میکنم همین الان. چه باحال، خیلی باحزه بود. فکر کنم مثلا رفتی به یه آدم مثلا حالا سلبریتی مسیج بزنی، مثلا یه چیزی بگی و اینا، بعد طرف جوابتو میده، میگه من دارم میبینم آره دیگه. میگه این من نیستم، یه زن دیگه هست. چه شبیه همه، فقط هم لباساشون شبیه هم نیست، موهاشون و قیافشون هم خیلی شبیه هم بود، ولی خیلی عجیب غریبه. فکر مثلا تو خیابون میری یا هر جای دیگه یا یکی ببینی عین خودت باشه. من که یه عجیب غریبه کریپی بهم دست میده، شما رو نمیتونم. اینو انداخت بطری و انداخت. واه آفرین، باری کلا آفرین. میگه که دوست بسرم و دختر کردم و ازش پرسیدم که میشناسیش. خب میشناستش یا نه؟ او واقعا یکی هستش که شبیه اونه و احتمالاً پسرم میشناختش. چه باحاله، ولی من دیدم قیافه هم مثلا یه پسر میکنم شبیه یکی دیگه میشم قشنگ دیگه، اینم پیش میاد دیگه. اینا دارن چیکار میکنن؟ او اینا باز این هم لباس پوشیدن تو خیابون، اینم بده. من اصلا این خوبی هم نستانده که مثل من تو خیابون لباس پوشیده باشه، اصلا خوشم نمیاد. میگه آخر رنگین کمونی پیدا کردم تو بانکه. بله تو بانکه.
همیشه از خودش ازش صورت درست کرده که باز اینا بیان دوئت کنن اگه شبیهن. واو کاملا شبیهه، فقط دماغش شبیه نیست که اونم بذاره میکاپ کنه بیشتر شبیه میشه. چقدر عجیب غریبه ها، مثلا فکر یارم اینجا تو خیالاتش یه سری صورت طراحی کرده بعد یکی از واقعا شبیه اونه. میگه که گربم بیرون بوده آوردمش تو. میگه اگه این گربه منه دوتا گربه این هم بوده، فکر کنم رفته بیرون گربه رو آورده فکر کنم گربه خودشه، بعد گربه خودش هم اونجا نشسته اینجوری نگاه میکنه این چیه آوردیش ها. واقعا فکر کنم قلب گربه شکست و ناراحت شد، چون گربه های زر حساس هم مخصوصا رو حریم شخصی و اینا، حریم شخصی چی میگن؟ آه رو قلم روشون حساس هم و ناراحت بیشن دیگه. اگه بچه این ویدیو رو دوست داشتید، اگه این ویدیو رو حتما لایک بکنید تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.